بیش از 3 ماه از قیام مردم عراق می‌گذرد و مردم عراق در میادین شهرهای عراق با حاکمیت دست نشانده خامنه‌ای در عراق درگیرند و همچنان با پایداری و تحصن در ساحت التحریر منطقه سبز را در محاصره خود دارند. اما بازیگران صحنه سیاسی عراق چه نیروهایی هستند؟ امروز در صحنه سیاسی عراق 3 جریان وجود دارد. اولین و اصلی ترین جریان مردم به پا خواسته عراق که خود را انقلابیون اکتبر می نامند. دومی نیرو دست نشاندگان رژیم ایران که با سیاستمداران اسقاطی کرسی های قدرت را اشغال کردند و با تأسیس یک بازوی نظامی اختصاصی به نام هشت شبی اصلی ترین مانع تحقق دموکراسی و حاکمیت مردمی هستند. سومی نیرو حضور آمریکا و نیروهای آمریکایی در عراق است که نمیتوان حضور آنها را در فعل و انفعالات سیاسی در عراق نادیده گرفت. اصلی ترین بازیگر صحنه سیاسی عراق از ابتدای اشغال عراق توسط آمریکا رژیم ایران بوده و حکومت ایران با سوء استفاده از جمعیت شیعه عراق و سازماندهی گروه‌های شبه نظامی مزدور از عراق به عنوان عمق استراتژیک خود استفاده می‌کند و حضور در عراق برایش بود و نبود است و به یقین میتوان گفت که تقدیم عراق در سینی طلایی به رژیم ایران مائده ای بود که عمر این رژیم را افزایش داده است. رژیم برای بقای خودش روی عراق حساب بسیار ویژه‌ای باز کرده است و با سپردن مسئولیت عراق به قاسم سلیمانی نفوذ خود را در آنجا تحکیم میبخشید. رژیم برای قبضه قدرت در عراق روی 2 عنصر حساب ویژه‌ای باز کرده بود: گماردن عوامل و مزدوران خودش در مناصب حکومتی و مجلس و تمام سلسله مراتب اداری و نظامی عراق و تشکیل گروه‌های نظامی و مزدور که آنها را در سازماندهی هشت شبی بالغ کرد. هشت شبی یکی از اصلی ترین موانع تغییر در عراق است. این نیروی مزدور که تحت پوش مبارزه با داعش ساخته شد در مدت کوتاهی با پول و آموزش سپاه خامنه ای تبدیل به تشکیلات نظامی بزرگی شد که ارتش و نیروهای امنیتی عراق را تحت شعاع قرار می داد و مأموریت اصلی آن هم سرکوب جنبش مردم عراق و حفظ حاکمیت دست نشانده در عراق بود. به خاطر وجود هشت شبی در عراق، عراق عملا به پایگاه اصلی نیروی تروریستی قدس و فرمانده جنایتکار آن یعنی قاسم سلیمانی تبدیل شده بود. جنبش مردمی عراق همواره مانع بزرگی به نام هشت شبی را روبروی خود داشت که در خیابانها تظاهر کنندگان را با سبوعیت به رگبار می‌بست و در کنار آن هم دست به ترور فعالان سیاسی مردم عراق می‌زد و به دستور رژیم ایران عملاً با نیروی قهر راه هر تغییری را بسته بود. قیام سراسری مردم ایران و قیام قهرمانانه مردم عراق و تأثیرات آن بر شرایط سیاسی و نقش جنایتکارانه مزدوران هشت شبی در سرکوب و جنایت علیه مردم که در تمامی آنها دست داشتن قاسم سلیمانی آشکار بود، به وضوح قطبندی ها در صحنه سیاسی عراق را نشان داد تا آنجا که زمینه لازم و کافی را برای حذف قاسم سلیمانی ایجاد کرد. حمله به خودروی قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس که اولی به عنوان طراح و سازنده و دیگری به عنوان فرمانده صحنه این جنایتکاران نشان داد که شرایط سیاسی در عراق عوض شده است و نشان از قطبندی جدیدی در صحنه سیاسی عراق به نفع مردم و جنبش عراق دارد و این را می شود از حجم مواضع شخصیت‌های سیاسی به نفع جنبش مردم عراق به وضوح دید.